درود بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 17 از ماه فوریه. در روزهای چهارشنبه همونطور که میدانید حدود یک ساعت خدمت شما هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم و بعد بپردازیم به بقیه مطالب. میفرماید: به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. همین که ساغر زرین خور نهان گردید، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سودی ندانند که این تجارت کرد. اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. خب، از شبه خدمتون که یک دوست قدیم و یک معلم شریف ما آقای ایرج موحدی درگذشتند. ما یاد داریم وقتی مدرسه می رفتیم، یک قامت بلند استخوانی همواره با کت شلوار شیک و مرتب می آمدن به دبیرستان فردوسی در شهر گلپایگان و در واقع ریاضیات تدریس میکردن و مورد علاقه دانشجویان و مورد احترام مردم بودن، چون از خانواده بسیار محترمی بودن. ما دیگر ایشان را ندیدیم، آقای موحدی را ندیدیم. بعد شنیدیم در آمریکا هستن. تا این برنامه ها شروع شد و تماسی برقرار شد و ما رفتیم به سن حوزه به دیدار این معلم قدیم شهر خودمان و در منزل ایشان رو دیدیم. بعد از نمیدونم حدود 40 سال شاید یا یکی بیشتر، و بعد از دیدار و گفتگوهای مقدماتی گفتن برویم کنار استخر با هم صحبت. رفتیم نشستیم. آقای موحدی گفتن: آقا من 30 سال هر چه کار کردم و هر چه داشتم در راه عقیدم خرج کردم و در واقع مبتنی بر ایمان مذهبیم بود که این کارها رو کردم و اون چه داشتم به یک گروه سیاسی تقدیم کردم و شب و روزم در خدمت دوستان میگذشت و انگیزش هم همین ایمان محکمی بود که داشتم. نمازم ترک نمیشد، قرآنم همواره زیر بغلم بود. تا مدتی به سخنهای شما گوش فرا دادم و شما من رو نجات دادی و از روزی که نجات پیدا کردم از شر قرآن و نماز و از کنم این داستانها، خوشحال هستم، حس آزادی میکنم، وضعیت خانوادگیم بهتر شده است، خانواده من بسیار خوشحالترند و زندگی من بهتر شده و حس میکنم که میتوانم پرواز کنم. اما این داستان پیش از این نبود.
این بزرگواری رو ایشون در حق ما کردن در اون روز در کنار اون استخر، و همواره به تحقیق ادامه میداد. آقای موحدی مرد محققی بود، همواره در جستجوی حقیقت بودن، مرتب با هم تماس داشتیم و صحبت میکردیم، تا اینکه پنجشنبه گذشته بر اثر بیماری های مختلف معلم بزرگوار ما آقای ایرج موحدی چشم از جهان فرو بستن. من این در واقع در گذشت این مرد بزرگوار رو خانواده ایشان تسلیت عرض میکنم و به همه همشهریان و شاگردان او و دوستان او و آدم های نظیر موحدی بسیار بسیار کم هست. باری خود مخلص بسیار غمگین شدم، محزون شدم از درگذشت این دوست عزیزم، اما به هر صورت گفت دم مرگ چون آتش هولناک، ندارد ز برنا و فرتوت باک. یعنی مرد پیر و جوان نمی شناسد. خبر دیگر این که محمد حسن هیکل که به تحقیق بزرگترین روزنامه نگار مشرق زمین شاید بود، مورخ، سیاستمدار، روزنامه نگار، در سن 93 سالگی فوت شدند. حسن هیکل در واقع با بروز و ظهور از کنم جمال عبدالناصر و موضوع ناسیونالیسم عرب بسیار بسیار مشهور شدند، مقالات بسیار مهم می نوشتند و یکی از خبرگزاران و روزنامه نویسان مهم جهان بودند و در واقع در بین شخصیت های مصری حسن هیکل شخصیت بسیار برجسته ای بود. دو مطلب به خاطرم آمد در باب حسن هیکل بگویم، و اون این که عرض شود که وقتی که آخوندها آمریکایی ها رو گرفتن و یکی از کثیف‌ترین کارها و مضرترین کارهایی که این جمهوری اسلامی کرده است و آبروی حیثیت ما رو برده است گرفتن آمریکایی ها بوده و بازداشت آنها 444 روز. باری این آقای جیمی کارتر مرد ساده ای بود. حسن هیکل یه روز آمد گفت این آقای کارتر به من چیز عجیبی گفته است. به من گفته است برو پیش خمینی بگو آقا شما آدم مذهبی هستید، این هم تنبیه خودشون دیدن، شما بیایید و این آدمای ما رو در بیابانهای کبیر رها کنید در راه خدا، ما بدیم اینا رو برداریم ببریم. حسن هیکل گفت یا این دیوانه است، یعنی جیمی کارتر، یا این خیال میکنه من دیوانه هستم که برم چنین مزخرفی رو به خمینی بگویم که شما بیاید اینها رو در راه خدا آزاد کنید. یه مطلب. مطلب دیگر این که یه روز آقای هویدا روزنامه‌نگاران ایران رو جمع میکنه، اون تعدادی که بودن در تهران، اینها میگوید آقا بین شما جک اندرسون و والتر لیپمن پیدا نشد، حسن هیکلتون کو که مقالات جهانی بنویسه. یکی از اینها اندک شهامتی داشته میگوید آقای هویدا ما حرف روزمرمونم از ترس سانسور جرأت نمیکنیم بنویسیم، شما انتظار دارید از بین ما حسن این هیکل برای شما بیرون بیاد؟ یه حرف درستی بوده. بله در کشورهای دموکراتیک روزنامه نگاران می توانند در ردیف رجال بزرگ اون جامعه به حساب بیان به جهت باز بودن فضا و آزاد بودن قلم. روزنامه نگار مستعد و دانا و خردمند در ردیف رجال بزرگ در میاد، مثل آقای جک اندرسون، مثل آقای والتر کرانکایت، مثل آقای والتر لیپمن که هنوز از اون نقل قول ها می شود. در سیستم های مثل خودمان و گذشتمان
روزنامه‌نگار بدبخت وجود ندارد، اصلا چیزی به نام روزنامه نگاری وجود ندارد. یه عده چاپلوس بدبخت بیچاره تو سر خورده آلت دست چماقدار مرکز هستن. وقتی آزادی قلم نباشد روزنامه نگاری چه معنی دارد؟ در این 100 سال گذشته البته ما آدم های بسیار بزرگ داشتیم در روزنامه نگاری. یکیش ملک و شعرهای بهار بوده، یکیش علی اکبر به خدا بوده، یکیش میرزا جهانگیر خان سود اسرافیل بوده و وحید دستگردی بوده و علی دشتی بوده. اینها در حد جهانی بودن. اما استبداد همه چیز رو خشک میکند دوستان من. اگر از بام تا شام بنده خدمت شما از مزار استبداد سخن بگویم که وقت کم میاره. بله، این تعدادی که اسم بردم و اون روزنامه هایی که امروز مرجع هستند، روزنامه هایی که اینها می نوشتن، مقالاتی که اونها می نوشتن، اینها امروز مرجع است برای تاریخ شناسی. اما در دوره های استبداد یک قاز این روزنامه ها ارزش نداشتن. یک قاز. فقط داستان چاپلوسی رو عرض میکنم که تمجید بیهوده و دروغگویی و هر چقدر که خودتان میدانید دیگه داستان چگونه است. یه روزنامه‌نگاری رفته بود به روسیه، یک زمانی دو تا روزنامه داشتن، ایزوستیا پراوادا، و مسخره میکرد، میگفت هیچ حقیقتی اون روزنامه‌نگار ایرانی در هیچ کدوم از اینها نیست. ولی حسن هیکل عرض کنم که مایه افتخار روزنامه‌نگاران مشرق زمین بود، بسیار شخصیت مهمی بود و میشود گفت در این چند دهه گذشته شخصیت های مشهور مصری گذشته از عبدالناصر، شخصیت های سیاسی مثل محمد انور سادات، ام کلثوم در موسیقی و حسن هیکل در روزنامه نگاری شهرت جهانی داشتن. بله، ایشون هم امروز فوت شد. البته داستان ناسیونالیسم عرب به جایی نرسید به جهت اینکه چیز به عنوان به نام ناسیونالیسم در جهان عرب ما نداریم. عرض کردم ناسیونالیسم نیازمند عناصری است که در جهان عرب نیست. اینا همه در دو چیز مشترک هستند، یکی زبان عربی، یکی آیین اسلام. بنابراین فرقی نمی کند و با اینها نمیشه بر ناسیونالیسم ساخت. کوشش های جمال عبدالناصر هم در این باب به جایی نرسید واقعا. بله، از این هم که بگذاریم، یه عکس هست از حسن هیکل، لطفا نشون بدیم. یه عکسی هم از روزگار قدیم ما دوستی فرستادن به شما نشان بدیم. اول حسن هیکل لطفا نشون بدید، بعد از روزگار دانشجویی ما در ایران عکسی هست. بله، ملاحظه بفرمایید. عرض میکنم که اون عکس دست، عکسی ملاحظه میکنید از روی پشت بام فکر کنم دانشگاه افسری گرفته شده، دست چپ بنده هستم، علی قهرمانی نفر دود. ایشون از بس سیگار میکشید روزی 2-3 پاکت سیگار زر، بچه ها بهش نفر دود میگفتن، از دوستان بسیار عزیز من هستن. نشسته آقای یوسفیان، کریم جاویدان دوست عزیز و نازنین و بزرگوار من که همواره ما با هم قدم می زدیم و با هم بودیم و با هم سخن می گفتیم، و آقای حسینی که فوت شدن در دست راست، کسی که سرش رو پایین کرده از دور، حالا من یاد نمیارم، شاید دادفرنیا باشد. باری این عکس در حدود نمیدونم 1346
گرفته شده، نمیدانم کی بود، در واقع چه کسی گرفت هیچ یاد ندارم، اما خود مخلصم از این هست خبر نداشتم. خیلی خوب، از این داستان هم میگذاریم. خدمت شما عرض کنم دیشب من داشتم در این تاریخ ادیان و اینها نگاه میکردم، گفتیم یه اشارتی بکنیم به ماهیت علم در مقابل ماهیت دین. در روزگار قدیم علم وجود نداشت. حالا از یونان بگذریم که در دوره‌ای از بین سالهای 700 سال پیش از میلاد تا 2300 سال قبل از میلاد واقعا بزرگترین متفکران به وجود آمدن، اما بر روی هم جهان بشری صاحب علم نبود، علمش همون دینش بود در واقع. و این واژه مذهب که در ادبیات مغرب در قرن 17 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، در روزگار قدیم همواره به معنی قانون بوده. قانون یعنی چیزی بود که مردم باید زندگی میکردن، و چون در درک جهان هستی توانایی نبود و علمی نبود، علمش هم دینش بود در واقع. یعنی فرض کنید که شما از عاشق مرتضی مثلا 500 سال پیش یا عاشق مرتضی امروز بپرسید که آقا این دنیا چگونه دنیایی است و از کجا آمده است و به کجا می رود، میگوید که این دنیا رو خداوند تبارک و تعالی هم خلق کرده، ما هم خلق کرده اینجا آزمایش کنه، این چیزی نیست. حالا کجا می رویم ما؟ خب البته اونها که شیعیان پاک پاکیزه هستن که البته مولا علی هم اونجا پارتیشون هم هست، می رویم به بهش، بقیه آدم های دنیا می رویم به جهنم. خیالش راحته، هیچ دغدغه‌ای نداره، چون اهل فکر نیست دغدغه هم نداره. آخونده رو نگاه کنی 100 سال 150 سال عمر میکنن به لحاظ این که هیچ گونه دغدغه ای ندارن، به قول امروزی ها هیچ گونه استرسی هم نداره. چون استرس از کجا میاد؟ فشار از کجا میاد؟ گفت همه کسی را درویشی است و رنج عیال. رودکی مردم برای تأمین زندگی از بام تا شام بایستی بدون، عرق بریزن، کار بکنن. آخوند خرف نشسته دیگران کار میکنن، او میخوره. بهشتش هم که براش تضمین شده هست، همه علوم جهان هم میداند. چرا؟ چون همه علوم جهان در این کتاب، کتاب الله هست. این هم که همش هم میداند، یه دیگه چیزی لازم نداره این آخوند. از بام تا شام هم کارش دروغویی است، راحت نشسته. شما دست این آخونده رو نگاه کنید ببینید، نرم کار نمیکنه. بله این داستانش بود. چیزی به نام علم نبود، چیزی به نام ساینتیفیک وریفیکیشن، یعنی از طریق علمی با یک چیزی رو به اثبات برسانی، وجود نداشت. امروز وقتی میگوییم که عاشق مرتضی ببین این آبگوشت پخته، عاشق مرتضی در آبگوشت رو بر میداره، یه قاشق ازش بر میداره، چهار تا نخود و یک کم گوشت توش میخوره، میگه نه نه پخته. این کاری کار علمیست، این کار در واقع همون ساینتیفیک وریفیکیشن هست. برمیداره میگه گوش نپخته، نخودش نپخته، یک حقیقتی داره گزارش میکنه. چاره چیه؟ بگذاریم حرارت بیشتری ببینه. در تبیین و تعویل وضعیت آبگوشت نیازمند خدا نیست، اون شعور و عقل و خرد انسانیش طبیعیش بهش میگه این نخود نپخته، دیگه نیازمند آسمان و ریسمان نیست. اما میگیم آقا این داستان شق القمر چی شد؟ عاشق مرتضی شق القمر چطور نمیدونه شق القمر چی شد؟ شق القمر این بود که
ماه کره ماه شق شد، یعنی دو نیمه شد، آمد رفت در پیراهن حضرت رسول، نصفش از این آستین نصفش از این آستین اومد بیرون، او به هم چسبید، باز رفت سر جاش. خود عاشق مرتضی میبینه که عجب لطائل مزخرفی گفت، توضیح براش نداره، برای اون گوشت نپخته من نخود نپخته توضیح داشت، او باید بیشتر آقا داغش کنی، حالا باید چی بگه؟ کره ما شق بشه بیاد بره توی پیراهن یک نفر آدم، از این دو سو بزنه بیرون. بعد چی کار میکرد؟ یک قادر مجهول موهوم اختراع میکرد به نام خدا، به او منصوب میکرد، مسئولیت از خودش رفت میکرد. چون چنین سخنی و چنین پدیده ای از خرد بیرون هست، خب چگونه میشه چنین چیزی رو توجیه کرد که کره ماه بیاد شق بشه و از آستین ها بیاد بیرون؟ مولانا میگوید ای منجم اگر از شق قمر باور شد، بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. میاد آقا این چیز خندداری است، چه میگویی شق قمر یعنی چی؟ یا به آسمان رفتن و سوار الاغ در نوردیدن آسمان ها با برگرده یعفور، یا آقا اینو چگونه توجیه میکنی؟ یا کار خداست، یه کار خدا که شما که نمیتونید در کار خدا دخالت کنید. بنابراین چون پای استدلال لنگ میشد، متوسل میشد به یک پدیده موهوم برتر، در واقع مغلطه توضیح مرموز، مغلطه توضیح مرموز میداد، خدا خدا کرده میگی نه در کتابش نوشته. علمی وجود نداشت. بعد آرام آرام آدم ها شروع کردن به فکر کردن، دیدن آقا این به جایی نمیبره، این دین کسی رو به جایی نمیرساند، ما هر روز چند هزار ساله بلند میشیم نماز میخونیم یا میریم کلیسا میایم، آخوندا همون بحثای همیشگی هست، همون داستانهای ایستای بیمعنی بیمایه، خسته شدن و بیزار شدن و گفتن آقا خدا پدر اون یونانی ها رو بیامرزه، خدا پدر اون رومی ها رو بیامرزه. اینها دارای ذوق بودن، دارای هنر بودن، دارای قانون و مجلس بودن، اینا خلق و ابداع می دانستن چیست، اینا اندیشه های بلند داشتن، جهان رو اینا تعبیر و تفسیر می کردن از طریق خرد. یک حرکتی شد این داستان در ایتالیا به خصوص و نگاهی به کمال و جمال یونانیان و رومیان و جهان نو مبتنی بر نقد گذشته و نقد دین آغاز شد و هرچه علم پیشتر می آمد این دین چون دستش خالی بود عقب می نشست. اول شروع کرد، اول زور دستش بود، دست پوپا زور بود. آقای گالیله رفت پیش پوپ که اون اثر مشهور کوپرنیک رو که میگوید که آقا این منظومه شمسی اینطور نیست که ما میبینیم، ما خورشید رو میبینیم که حرکت میکنه، این در واقع این زمین هست که داره حرکت میکنه، ما خیال میکنیم خورشید حرکت میکنه. با پاپ صحبت کرد اما اینها نپذیرفتن
سهل است که خودش رو به محاکمه کشیدن و عنوان هرسی یعنی کفر و در حصر خانگی بود تا گالیله کبیر مرد. اما مردم بیدار شدند به جهت اینکه گالیله توانسته بود با ساختن تلسکوپ چیزها به مردم نشان بدهد که خلاف سخنان ارسطو، بطلمیوس و داستانهای تورات بود و انجیل. مردم اروپا دچار شک شدند، گفتند که اگر خداوند در امر به این درجه از اهمیت دچار اشتباه شده و چنین دروغ عظیمی در این کتاب هست، پس می توانیم نتیجه بگیریم که بقیه مطالب هم ممکنه دروغ باشه. این است که در کل قضیه شک کردند. وقتی شک کردند، نگاه از آسمان ها منقطع شد و به زمین آمد و انسان معیار قرار گرفت. انسان متر حقایق گیتی است. این انسان هست، اون چه هیومانیسم رنسانس گفته میشه همین هست، اون چه هست انسان هست. این انسان است که نامگذاری میکند، این انسان است که کشف میکند، این انسان است که قدرت تجزیه و تحلیل دارد. بنابراین این هیومانیسم که حالا امروز به عنوان یک فلسفه انسانی هست و حقوق انسان و غیره، در اون روزگار مفهوم دیگری داشت و حرکات دیگر رفته 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 هرچه علم پیشرفت میکرد دین مجبور میشد به عقب نشینی، تا سرانجام آمدند و گفتند آقا ما آدم ها برای زندگی بهتر بایستی ایجاد دولت بکنیم و از قدیم این پالیتیکس جزء لاینفک فلسفه یونان بود. هر کسی نظری میداد. افلاطون معتقد به حکومت اریستوکرات ها بود که تعلیم و تربیت خاص داشته باشن، اینو با هم زندگی بکنن، به مال و منال دنیا توجه نکنن، چنین و چنان آموزش جیمناستیک ببینن، آموزش هنر ببینن، چنین و چنان. ارسطو نظر دیگری داشت و اینها دموکراسی یونان را هم تجربه کرده بودند. اصل جدید به گونه ای دیگر شد و در واقع پالیتیکس به معنای یافتن بهترین راه برای اداره جامعه و در واقع سیاسی اندیشان فیلسوف پیدا شدند و پیشنهادها دادند و همواره اینها با نقد دین توأم بود، چون اینها دستبردار نبودند. این آخوندها از جمله صفاتشون وقاحت هست. این شرم، یکی از بزرگترین صفات انسان شرمه. وقتی کسی بی شرم شد همه کاری انجام میده و بی شرم ترین آدم ها ایدئولوگ ها هستن. آدم ایدئولوگ شرم نمیفهمه. استالین که شرم نمیفهمید. ایدئولوگی های خودمان هم، همین آخوندهای خودمان هم شرم نمی فهمند. فردوسی وقتی میخواد بگوید که اینایی که به ایران حمله کردن آدم های بدی هستن، میگوید اینا بی شرمن. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. این بیشرمی رو ایدئولوژی یاد اینها داده بود.
وقتی میگوید برادر یقه برادر رو میگیره و سرش رو میبرید، این منتهای بی‌شرمی است. اما ایدئولوژی یعنی سرسپردگی به یک عقیده، شرمی باقی نمیذاره، رحمی باقی نمیذاره، عطوفتی باقی نمیذاره. بیشرمه. آخوند شرم نمیشناسه. اینه که عقب نشینی در نظر مردم میکرد، خودش عقب نشینی نمیکرد. هنوز هم هستن اما آخونده که از اون حرفا میزنن. و رفته رفته انسان اروپایی توانست خودش رو از شر آخوند نجات بده. هم بده و یکی از استدلال ها این بود که علم و دین هر دو شریف هستند، برای حفظ شرافت هر دو بایستی اینها رو از هم جدا نگاه داشت. سیاست هم یک علم متحرک جامعه متغیره، بنابراین سیاست هم مطابق با شرایط جدید هر جامعه بایستی تدوین بشه. می بایستی جدا بشه از دین. هر کسی یه دینی داره. دوتا مسیحی هم مثل هم مسیحی نیستن، کمانی که دوتا شیعه هم مثل هم شیعه نیستن، دوتا سنی هم مثل هم سنی نیستن. هر کسی یه نگاهی داره. با این نمیشود کشور اداره کرد، با این کتاب ها نمی شود به سعادت رسید. ما بایستی کتاب ها بنویسیم، قوانین بنویسیم، نیازهای ما بایستی زیر سایه قانون برآورده بشود توسط قانونگذار و مجریان قانون. حالا وضعیت خودمان رو نگاه کنید، وضعیت خودمان رو نگاه کنید. دولت ما رو نگاه کنید، حکومت ما رو نگاه کنید. 80 میلیون زندانیه، 20 تا آخوند. ضرر و زیانی که ما بابت این دستورات دین میدهیم قابل محاسبه نیست. یک مورد کوچکش توریسم. آقا توریسم، درآمد مصریان بین 25 تا 30 میلیارد دلار برابر که مردم جهان برای دیدن این هنرهای والای فرعونیان، یه بار عرض کردم خدمتون این مطلب که دیگه بدترین کفر، کفر فرعونه دیگه. هر کسی میخوان بگوین که این آقا خیلی کافره، میگوین این فرعونیه، اصلا فرعونه. فرعونی ها، فرعون ها آمدن این آثار رو ساختن. اسلام عزیزم رفته 4 تا مسجد اونجا ساخته. امروز پر جمعیت ترین کشورهای خاورمیانه که مصر باشه داره با آثار فرعونیان زندگی میکنه. یه کسی دهشایی نمیده بره اون مسجد امرآس رو ببینه اونجا، اما حاضر هزارها دلار خرج کنه بره این پیرامیدهای عجیب و شگفتانگیز و سایر آثار فرعون رو ببینه. پس پیداست که اون کفر از این دین خیلی بالاتر بوده، سازنده بوده. در کشور ما دیدنی بسیار هست، اما کدام نمیدونم هلندی، آمریکایی، کانادایی حاضر گونی بکشه به سر همسرش که بخواد ببره تخت جمشید ببینه؟ نمیاد.
اینا زیانهایی است و هزارها هزار نفر بیکار می شدن بابت همین داستان چادر. عزیزم یه گونی سیاه بخر کار داریم، چیکار داریم؟ داریم میریم ایران تخت جمشید ببینیم یه گونی رو بکش به کلت. من 100 سالم نمیخوام بیام اونجا یه گونی بکشم به خودم که برم اونجا نمیدونم تخت جمشید ببینم. قیمت سنگینی داریم پرداخت میکنیم هموطن بابت این استبداد از یک سو، و پایه های شیعه‌گری از سوی دیگر. میگویند 40,000 نمیدونم چقدر خشت طلا ساختن دارن گوره نمیدونم حسن العسکری رو اونجا درست کنن. مردم گرسنه ایران نان ندارن بخورن برای حسن العسکری. آقا این کی بوده؟ این حسن العسکری چی کاره بوده برای بشریت؟ چه کرده؟ آثارش چه بوده؟ فایدهش چه بوده این آدم روی کره زمین؟ ایرانی چرا باید خرجشو بده؟ بدهکاری ما به اینها با این 10-12 نفر چه مبلغیه؟ بیان معلوم بکنن آقا، معلوم بکنن. آمدن آلمانان جریمه کردن که گفتن آقا شما این تعداد یهودیان رو کشتید، جریمه باید بدیم. گفت چشم میدیم. معلوم کردن چه مقدار دارن میدن هنوز. یا در جنگ اول، جنگ دوم، باز آلمان رو آوردن گفتن آقا شما این میزان خسارت وارد کردی، این تعداد شهر خراب شده، شما باید کار کنی و پرداخت کنی. گفتن میکنیم. ما هم باید بشینیم یه روز حساب کنیم آقا به این اسلام عزیز مگه این دین یه امر الهی نیست؟ مگه دین یه امر قلبی نیست؟ مگه یه امر عاطفی نیست؟ چه میزان ما باید پرداخت کنیم؟ 600 سال که غارتمون کردن هنوزم داریم میدیم. تا کی خسارت و غرامت چقدر و تا کی ما به آخوند باید باج بدیم؟ به حسن العسکری و نمیدونم جعفر صادق و اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم برگردیم. یک اثر بسیار بسیار مهم امروز میخوام به شما معرفی کنم، بخشای از اون رو خدمتتون بخونم. یک کتاب کم حجم در دست من هست. این کتاب کلید بسیاری از معماها شد در تاریخ و این موضوع زبان ترکی در ایران زمین، حلال مشکل، علامه کسروی، سید احمد کسروی تبریزی. کسروی بعد از انتشار این مقاله شهرت جهانی یافت و از او مؤسسات علمی دعوت میکردن، اما کسروی از جاش تکان نمیخورد. داور و تیمورتاش و اینها برای اینکه کسروی رو بکشن بیرون از دادگستری، چون رشوه‌خواری و فساد دادگستری رو داشت پاک میکرد، آخوندار رو مینداخت بیرون هر روز. هر جا آخوند میدید میگفت ای گردن ستبر بیخرد برو بیرون. گفتن آقا شما بیاید دانشگاه اونجا تدریس بفرمایید. گفت نه، من در دادگستری میمانم، تحقیقات خود را هم انجام. در این جزوه کتاب که 100 صفحه است، کسروی نشان میدهد که زبان قدیم آذربایجان، زبان آذری، که زبانی بوده استدلال های نیرومند کرده، استشهاد های قوی کرده و نشان میدهد که از کی قبایل ترک از آسیای مرکزی روانه آذربایجان شدند و چگونه زبان ترکی در اونجا گسترش یافت و زبان قدیم آذربایجان چه بود. خب
ما اینجا فرصت نداریم. من ابتدا شروع میکنم. من خیلی علاقه مندم که همه کتاب رو برای شما بخوانم. میگه هموطنان ما هستن که علاقه مند هستن به دانستن این امر بسیار مهم. عرض کنم که بدان. خب میگوید که حالا من نمیرسم که میگوید آذربایجان، آذربایگان در آغاز تاریخ، میگوید کسانی که به تاریخ آشنایند و از جستجوهای دانشمندانه که از 100 سال بعد در پیرامون تاریخ انجام گرفته و از نتیجه های گرانبها هایی که به دست آمده آگاهند، این میدانند که در 3 یا 4 هزار سال پیش مردمانی به نام آریان یا آیران از میهنی که در آن میزیستند کوچیده و در آسیا و اروپا پراکنده شدند و هر گروهی از ایشان به هر جایی که رسیدند در آن نشیمن گرفتند، بر بومیان دیرین چیره در آمده و بنیاد فرمان فرمایی گذاردند و از این رو در تاریخ به نام گردیدند، چنان که یونانیان و رومیان که بنیاد زندگانی اروپا از ایشان است و در تاریخ اون همه جای بزرگی برای خود باز کردند، و گرمنان یعنی همون جرمنان آلمان ها که روم غربی را برانداخته و با جوش و جنب خود دور نوینی یا صده های در تاریخ رو پدید آوردن، همگی همین از آن مردم بودن. خب حالا این رو من رها می کنم و می رویم به اون جایی که قوزها اینجا یک بخشی هم هست، نام های رودها و کوها و شهرها در آذربایجان. یکی از چیزهایی که مردم یک سرزمین و زبان آنان را نشان می‌دهد، نام‌های رودها و کوه‌ها و دیها و شهرها و کوی‌هاست، زیرا هر مردم این نام‌ها را از زبان خود پدید می‌آورند و به روی آن چیزها گذارند، اگرچه بیشتر این گونه نام‌ها که ما امروز می‌داریم معنای از آنها فهمیده نمی‌شود، ولی بیگمان اینها همه معنی داشتند و ما چون از راه دانش جستجو می‌کنیم معنی بسیاری از آنها را پیدا می‌کنیم. کسروی برای اینکه این کتاب این جزوه رو بنویسه رفته زبان پهلوی رو آموخته، زبان فارسی میانه رو رفته آموخته. باید بی گفتگو پذیرفت که نام هایی که بر روی رودها و کوهها و آبادیها و مانند اینها گذارده شده از زبان مردمی نیست که نام آنها گذارده و اینها هر کدام معنی داشته. خیلی خوب. اگر در آذربایجان هم به نام‌های رودها و کوه‌ها و آبادی‌ها پردازیم، یک رشته از آنها نام‌هایی است که معنای روشنی ندارد، همچون تبریز و خوی و سلماس و ارومی و بیجویه و لیلا و لیلابا و الوار و آستارا و اوجان و عرس و بسیاری مانند اینها. رشته دیگر نام‌هایی است که ما از راه زبانشناسی پی به معنای آنها برده یا به گمانی درباره اونها رسیدیم، همچون مرن، مارالان و مایان و گهرامدز و مراغه و گیلاندوز و دیلوگان و قارقابازار و مانند اینها. رشته سوم نام هایی است که خود معنای روشنی دارد، همچون سرد رود و گرم رود و زرین رود و رویندز و هشتاد سر و باکو و مانند اینها. بله. خب درباره این نام ها به سخن بس درازی نیاز است که ما در اینجا میدان اون را نمیداریم و تنها این اندازه می نگاریم که رشته نخست گویا بسیاری از اونها از زمانهای بس دوری بازمانده و برخی شاید یادگار زبانی است که پیش از رسیدن ایران به اینجا رواج داشته و این است ما هیچ مانندگی میانه اونها با زبانهای آریان نمیابیم، همچون خوی و سلماس و ارومی و مانند اینها، ولی بسیاری نیز اگرچه ما معنای اونها را نمیدانیم، این میدانیم که از زبان آریان بیرون نیست، همچون از ناب احراب لیلاوا و نخجوان و مانند اینها. اما دو رشته دیگر چون معنای اونها را میدانیم آشکار میبینیم از زبان آریان است و این رهنمون دیگر میباشد که مردم باستان آذربایجان جز از نژاد ایران یا آریان نبودند. و پاری از این نامها یاد مادان را در بر دارد. بعد میگوید پس از اسلام تاریخ آذربایجان از دیده مردم
و زبان دیگر روشنتر است و ما نوشته های از تاریخ نگاران و جغرافی نویسان عرب در دست می داریم. باید دانست جنبش اسلامی راه بس پهناوری را برای کوچ عرب باز کرد و اینان که صدها سال در ریگستان خشک و بیبار عربستان به سختی زیسته و همیشه چشم به سوی سرزمین های سبز و پربار عراق و ایران و سوریه دوخته بودند، به یک بار راه آرزو را باز دیده رو به این سو کوچ آوردن و در همان زمان دسته های بس انبوه از ایشان در این گوشه و اون گوشه ایران جا گرفتند و آذربایجان را در سایه چمنهای سبز و چراگاه های پهناور و آبهای فراوان بیشتر پسندیدند و در اینجا بیشتر نشیمن گرفتند و رشته کارها تا 2300 سال در دست ایشان می بود. با این همه آذربایجانیان زبان و نژاد خود را از دست ندادند و کم کم تازیان با آنان در آمیخته نابود گردیدند، یعنی تازیان. جغرافی نویسان عرب که از آذربایجان در آن زمان سخن راندند زبان اونجا را جداگانه یاد کرده و آن را آذری نامیدند و ما اینک نگارش های آنان را در اینجا می آوریم. ابن حوقل که در نیمه یکم سده چهارم کتاب المسالک و الممالک را نوشته در سخن راندن از آذربایجان و آران و ارمنستان چنین گوید: زبان مردم آذربایجان و زبان بیشتری از مردم ارمنستان فارسی و عربی است، لیکن کمتر کسی به عربی سخن گوید و آنان که به فارسی سخن گویند به عربی نفهمند، تنها بازرگانان و زمینداران نان که گفتگو با این زبان نیک توانند. برخی تیره ها نیز در اینجا و اونجا زبان های دیگری می دارند، چنان که مردم ارمنستان به ارمنی و مردم بردعه و آرانی سخن گویند و در اونجا کوه مشهوری است که قبق نامیده می شود. بله، یا قبق، نمی دونم کدوم تلفظ درسته. و زبان های گوناگون فراوان از آن کافران اون کوه را فرا گرفته است. مسعودی تاریخ نگار به نام نیمه های سده چهارم هجری در کتاب التنبیه و الاشراف، چون استانهای ایران را از آذربایجان و ری و تبرستان و خراسان و سیستان و کروان و فارس و خوزستان و دیگر جاها می شمارد چنین می گوید: همه این شهرها و استانها یک کشور بود و یک پادشاه داشت و زبانشان هم یکی بود، اگرچه به نیم زبانهای گوناگون از پهلوی و دری و آذری و دیگر مانند اینها بخشیده می شود. بله. سه، جهانگرد دانشمند به نام ابو عبدالله بشاری مقدسی در کتاب احسن التقاسیم که در نیمه دوم سده چهارم پرداخته، کشور ایران را به 8 بخش کرده می گوید زبان این 8 اقلیم عجمی است، جز این که برخی از آنها دری و برخی بازبسته است و همگی را فارسی نامند. سپس چون از آذربایجان سخن میراند چنین میگوید: زبانشان خوب نیست و در ارمنستان به ارمنی و در آران به آرانی سخن گویند، فارسیشان را توان فهمید، در پاره حرفها به زبان خراسانی ماننده و نزدیک است. یاقوت جغرافی نگار دانشمند سده هفتم درباره آذربایجان میگوید نیم زبانی دارند که آذریه نامیده می شود و کسی جز از خودشان نمی فهمد. از این نوشته که از دانشمندان شناخته جغرافی و تاریخ سده های پیشین تاریخ هجری آوردیم نیک روشن است که در آن زمان ها زبان یا نیم زبانی که در آذربایجان سخن گفته می شد شاخه ای از پارسی بوده و آن را آذری می نامیدند، چنان که نیم زبانی را که در آران زبان بوده آرانی می خواندند و در آن زمان ها نشانی از زبان ترکی در آذربایجان پدیدار نبوده است. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید، اما این سخن پایان ندارد ای جواب، یعنی سخن زور و استبداد در مملکت ما ایران زمین بایستی یک روزی به پایان برسد و این مردم بزرگ ما به آزادی برسند
جز این چاره ای نیست و تا استبداد برپاست کار ما به جایی نخواهد رسید. سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده باد.